پیشنهاد ششم، به او یاد بده که زبان و کلام را به چالش بکشد. کلام هر انسانی مخزن تعصب‌ها، باورها و پیش‌فرض‌های اوست. برای آموختن چنین مهمی، ابتدا خودت باید زبانت را به چالش بکشی. یکی از دوستانم می‌گوید که او هرگز دخترش را پرنسس صدا نمی‌زند. وقتی دیگران دختر بچه‌ای را پرنسس صدا می‌زنند، نیت بدی ندارند. اما پرنسس پر از پیش‌فرض است. پرنسس تداعی کننده ظرافت و شکنندگی دختران است و دختری را القا می کند که دیگران باید به او خدمت کند. او ترجیح می دهد که دخترش را ستاره یا فرشته صدا بزند. پس چیزهایی را که دوست نداری به دخترت بگویی برای خودت روشن کن و بدان هر آنچه به دخترت می گویی مهم است. تو با کلمات خود به او یاد می دهی که باید به چه چیز ارزش بگذارد. نمی دانم لطیفه قوم آیگبو را به یاد داری یا نه. همان که دخترانی را که رفتارهای کودکانه داشتند به سخره می گرفت و از آنها می پرسید داری چه می کنی؟ یادت رفته است که همسن و سالهایت الان دارند شوهرداری می کنند؟ خود من هم این عبارتها را بارها به دختر بچه ها می گفتم. اما اکنون دست از این کار کشیدم. به این دختران لوس میگویم وقتش شده است که برای خودت کسب و کاری داشته باشی. زیرا بر این باورم که ازدواج بدون تفکر چیزی نیست که آن را به عنوان یک نقطه قوت به خورد دختران نوجوان و جوان دهیم. سعی کن هنگام گفتگو با دخترت از کلماتی مانند تنفر از زن یا مرد سالاری استفاده نکنی. ما فمینیست ها گاهی به طور افراطی از واژه های صنف خود استفاده می کنیم. هرگز چیزی را با تعصب ضد زن نخوان و برای دخترت دلیل و چرایی هر چیز را توضیح بده. به او یاد بده که اگر فلان ویژگی را در زنان و نه در مردان مورد انتقاد قرار می دهی، با آن ویژگی مشکل نداری، بلکه با زن بودن طرف مقابل مسئله داری و لطفاً برای هر ویژگی کلمه ای مانند خشم، جاه طلبی، سردی، خونسردی و سنگدلی را به کار بگیر. به او یاد بده که سوالهایی از این دست بپرسد. چه چیزهایی هست که زنها به خاطر زن بودنشان نمی توانند انجام دهند؟ آیا این چیزها اعتبار فرهنگی دارند؟ اگر اینطور است، پس چرا مردها اجازه دارند هر کاری خواستند انجام دهند؟ به نظرم استفاده از مثال‌های روزمره در این یادگیری نقش مهمی دارد. احتمالاً این پیام بازرگانی تلویزیونی را یادتان هست. مرد آشپزی می‌کند و زن برایش کف می‌زند. پیشرفت حقیقی این است که زن دست نزند، بلکه فقط غذا را بچشد و نظرش را بگوید. اما تبعیض جنسیتی این پیام بازرگانی این است که زن را تشویق می‌کند، زیرا او کار آشپزی را که ذاتاً کاری زنانه است، عهده‌دار شده است. حتماً مکانیکی را به یاد داری که در شهر لاگوس کار می‌کرد و در روزنامه‌ها او را خانم مکانیک می‌خواندند. به دخترت بیاموز که زن‌ها نیز می‌توانند مانند مردان مکانیک باشند و مکانیک خانم معنای خاصی ندارد. به جای آنکه فقط برایش تعریف کنی، مثال‌های زنده بیاور تا بفهمد که زنگوریزی و تنفر از زن ممکن است محسوس یا نامحسوس انجام شود و هیچ کدام آنها پذیرفتنی نیست. مردانی هستند که فقط زمانی با زنها همدلی می کنند که آنها را جای خواهر، مادر یا دختر خود می گذارند و هرگز نمی توانند زنان را به عنوان انسانهایی با حقوق مساوی در نظر گیرند. به دخترت یاد بده که آنها را به چالش بکشد. آنان همان مردانی هستند که وقتی در مورد تجاوز صحبت می شود می گویند اگر خواهر، همسر یا دختر خودش بود. اما اگر مردی قربانی رویدادی باشد دیگر نیازی نمی بینند که او را برادر یا پسر خود فرض کنند تا با او هم دل شوند. به او یاد بده که مفهوم زن به عنوان جنس خاص را نیز زیر سؤال ببرد. یک بار از یک سیاستمدار آمریکایی شنیدم که در سخنرانی‌هایش از زنان حمایت می‌کرد و می‌گفت زنان باید قهرمان شوند. این جمله احساس همگان را برانگیخته بود. به دخترت بگو که زنان نیازی به قهرمان شدن ندارند، بلکه باید به عنوان یک انسان دارای حقوق مساوی پذیرفته شوند.
این دست جملات تهمایه‌ای از دلسوزی برای زنان دارند. این جملات از نظر من بیشتر از آن که به حقوق زنان اشاره کنند، به گونه‌ای بر جوانمردی مردی که جمله را گفته است اشاره دارند و اساس فکری این جوانمردی این است که زنان ضعیف هستند و باید از آنها حمایت کرد. پیشنهاد هفتم: ما دختران خود را شرطی می کنیم تا آرزوی ازدواج را از کودکی در سر بپرورانند و تمام نابرابری ها و عدم توازن ها از همینجا شروع می شود. دختران به عنوان زنانی بزرگ می شوند که ذهن آنها از پیش درگیر ازدواج شده است. پسران به عنوان مردانی بزرگ می شوند که اندیشه ازدواج را در سر ندارند. همان زنان با همین مردان ازدواج می کنند. رابطه از همان روز اول نامتوازن است، زیرا یکی از آنها بیش از دیگری به این پیوند جدید اهمیت می دهد. حالا آیا جای تعجب دارد که در بیشتر ازدواج‌ها زنان بیشتر از مردان ایثار می‌کنند؟ زنان آنقدر از خود می‌گذرند که خودشان را فراموش می‌کنند و دلیل این فراموشی آن است که همواره در جاده یک سویه می‌دوند و این پیوند نابرابر را به هر قیمتی حفظ می‌کنند. یکی از پیامدهای این عدم توازن، پدیده بسیار آشنا و نخنمای دعوای دو زن بر سر یک مرد و سکوت همان مرد است. وقتی هیلاری کلینتون برای ریاست جمهوری آمریکا مبارزه می کرد، اولین نمایه حساب توییتر او کلمه همسر بود. اما اولین نمایه حساب توییتر بیل کلینتون بنیانگذار است. به همین دلیل مهری خاص به اندک مردانی دارم که شوهر بودن را اولین نمایه خود می دانند. می دانید با اینکه مرد خودش را شوهر معرفی نمی کند، زن خودش را همسر معرفی می کند و هیچ کس نیز متعجب نمی شود. دلیلش این است که این چیزها در دنیای امروز ما بسیار رایج شدند. دنیای ما نقش همسری و مادری یک زن را بیش از هر چیز دیگر ارج می دهد. هیلاری پس از ازدواج با بیل کلینتون در سال 1975 نام خود یعنی هیلاری رودمن را نگه داشت. پس از مدتی به ناگاه نام کلینتون را به پایان فامیل خود افزود و هیلاری رودمن کلینتون خوانده شد. اما به دلیل فشارهای سیاسی مجبور شد نام رودمن را بیاندازد و خود را هیلاری کلینتون معرفی کند، زیرا می ترسید مبادا شوهرش رای دهندگانی را که به خاطر این موضوع اعتراض کرده بودند از دست دهد. وقتی مطالب بالا را در روزنامه ها خواندم، به این موضوع اندیشیدم که چطور رای دهندگان آمریکایی توقعاتی قهقرایی از زن خانواده دارند. همینطور به یاد تجربه خودم در مورد اسمم افتادم. یادت هست چطور یکی از روزنامه نگاران تصمیم گرفت یک جانبه نامی جدید برایم برگزیند؟ او به محض اینکه فهمید ازدواج کرده ام، نام شوهرم را به عنوان نام فامیل من انتخاب کرد و من از او خواستم که دست از این کار بردارد. هرگز دشمنی و خصومت دیگر زنان را در واکنش به این کارم فراموش نمی کنم. برایم خنده دار بود که این همه اداوت از جانب زنان است و نه مردان. اکثر همین زنان اصرار داشتند مرا با نام شوهرم صدا کنند تا اعتراضم را خفه کنند. به این موضوع فکر کردم و با خود به این نتیجه رسیدم که شاید این کار من از نظر خیلی از آنها به منزله به چالش کشیدن آن چیزی است که آنها عرف می‌پندارند. حتی برخی از دوستانم از جملات این چنینی بهره گرفتند: تو زن موفقی هستی و طبیعی است که بخواهی اسم خودت را داشته باشی. این جملات بیشتر مرا به تعجب واداشتند. چرا یک زن برای اینکه اسم خودش را داشته باشد باید موفقیت شغلی داشته باشد؟ حقیقت این است که من از آنجایی که موفق هستم اصرار به حفظ اسم خودم ندارم، حتی اگر شانس نویسنده شدن و پرطرفدار بودن را نیز نداشتم، باز نام خود را حفظ می کردم. من نامم را نگه می دارم، زیرا این اسم من است و من آن را دوست دارم. بعضی ها برای آنکه مرا متقاعد کنند می گویند خب اگر اسم خودت را حفظ کنی باز هم بر قدرت مردان تأکید ورزیده ای، زیرا نام تو از نام پدرت گرفته شده است. در جواب به این افراد باید بگویم که خواه اسم من از پدرم باشد و خواه از آسمان، نامی است که از ابتدای تولد مرا با آن خواندند. نامی است که در طول تمام مشکلات سفر زندگی همراه من بوده است.
همان نامی است که وقتی روز اول در صبحی زیبا وارد مهد کودک شدم مرا با آن صدا زدند. و وقتی در مدرسه معلم خواست که با شنیدن اسم و فامیلمان دست خود را بالا ببریم و بگوییم حاضر، اولین نام آدیشی بود. مهمتر از هر چیز این است که هر زنی باید حق نگه داشتن اسمش را داشته باشد. اما واقعیت این است که همیشه فشار اجتماعی روی زنان زیاد است، به طوری که آنها را به مصالحه در این مورد وامی دارد. قطعا زنانی هستند که دوست دارند نام شوهرشان را داشته باشند، اما زنانی نیز هستند که نام خودشان را دوست دارند، ولی به خاطر فشارهای روحی، ذهنی یا حتی جسمانی مجبور به تن دادن به این امر می شوند. تا به حال از خود پرسیده اید که چند مرد تمایل دارند پس از ازدواج نامشان را به نام همسر خود تغییر دهند؟ واژه خانم عنوانی است که آن را دوست ندارم، زیرا دست کم در جامعه نیجریه بیش از حد به آن ارزش داده می شود. زنان و مردان زیادی را دیدم که با افتخار از عنوان خانم تعریف می کنند. گویی آنهایی که ازدواج نکرده اند و خانم نشده اند چیزی کم دارند. خانم متأهل شدن می تواند انتخاب باشد، اما وقتی آن را به دلایل فرهنگی با ارزشمندی پیوند می زنیم اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. ارزشی که برای کلمه خانم قائل می شویم به این معناست که ازدواج وضعیت اجتماعی یک زن و نه یک مرد را تغییر می دهد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از زنان گله می کنند که چرا مردان متأهل هنوز مانند زمان مجردی رفتار می کنند. شاید اگر جامعه ما از مردی بخواهد که پس از ازدواج عنوانش را تغییر دهد و به جای عنوان آقا عنوان دیگری برای خودش برگزیند، رفتار او نیز متعهدانه تر شود. اما اگر تو به عنوان دختری 28 ساله و دارای مدرک دکترا یک شبه از دوشیزه آی جی ول ازه به خانم آی جی ول ادگوبنم تغییر نام پیدا کنی، نه تنها مستلزم صرف انرژی فیزیکی تغییر مدارک شناسایی و پاسپورت و غیره است، بلکه یک تغییر ذهنی نیز هست، زیرا هویت جدیدی به تو می دهد. این هویت جدید از نظر من زمانی بی اهمیت می شود که مردان نیز همان را تجربه کنند. کلمه بانو را بیشتر دوست دارم، زیرا مانند کلمه آقا خونسا است. یک مرد چه ازدواج کرده باشد چه نکرده باشد آقا می ماند. یک زن هم می تواند چه ازدواج کرده باشد چه مجرد باشد بانو بماند. پس لطفاً به دخترت یاد بده که در یک جامعه حقیقی زنان نباید تغییراتی را بر اساس وضعیت تأهل در خود ایجاد کنند. یک راه حل جذاب وجود دارد. هر مرد یا زنی که ازدواج کرد می تواند یک نام فامیل جدید برای خودش برگزیند. آنها می توانند با هم توافق کنند که درست یک روز پس از مراسم عروسی دست یک دیگر را بگیرند و به دفاتر ثبت مراجعه کنند و پاسپورت، گواهی نامه، حساب‌های بانکی یا هر چیز دیگری را تغییر دهند. پایان. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و پیام هاتون از ما حمایت کنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.